فصل 71 در باب آنچه بر سر دون کیشوت و سانکو هنگام بازگشت به ده خیش آمد. دون کیشوت مغلوب و آواره از سوی حزین و متفکر می رفت و از سوی شادمان و مسرور بود. موجب غم و اندوه او این بود که شکست خورده و از پا در آمده بود و مایه شادی و نشاط او خاصیت عجیبی بود که در تن سانکو پانزا می دید. و او این خاصیت را در مسئله رستاخیز آلتیزیدور از خود نشان داده بود. با این همه باز سایه شک و ابهامی در دل پهلوان باقی بود که آیا آن دوشیزه واقعا مرده بود یا نه. سانکو نیز دیه طریق می کرد ولی کمترین شادی و سروری در دل نداشت و سبب غم و اندوه او تنها خلف وعده ای بود که آلتیزیدور در باب اعطای 6 صوب پیراهن نسبت به وی روا داشته بود. سانکو در حالی که از اندیشه آن پیراهنها و آن خلف وعده بیرون نمی رفت رو به ارباب خود کرد و گفت: در حقیقت ارباب عزیزم، گمان می کنم بدبخت ترین طبیبی که بتوان در عالم یافت من باشم، زیرا طبیبانی هستند که بر فرض بیمار خود را هم بکشند از مطالبه حق العلاج خیش چشم نمی پوشند، در صورتی که معالجه آنان تنها همین است که نسخه ای را امضا می کنند و دوای آن نسخه را نیز دوا فروش می سازد، نه خود ایشان. و آنگاه وای به حال آن بیچار بیمارانی که فریب خورده باشند. اما به من که وقتی از تنم گاز و نیشگون بگیرند و نیش سنجاق به گوشت بدنم فرو کنند و تازیانم بزنند، مایه سلامت و حیات دیگران می شوم، هیچ کس یک دینار نمی ده. بسیار خوب، باشد. قسم به خدا، اگر این بار بیمار دیگری به من بسپارند، باید سبیل مرا چرب کنند تا معالجش کنم. چه؟ بالاخره گفتند که هر که نان از عمل خیش خورد. و من هرگز نمیتوانم باور کنم که خداوند این موهبت و این خاصیت را تنها برای این در وجود من به ودیعت نهاده است که به رایگان مورد استفاده دیگران قرار دهم و از این بابت چیزی نستانم. چند تا توضیح در پانویس. یکی، اصطلاح سبیل مرا چرب کنند در اصل چنین است: باید دستهای مرا چرب کنم. اصطلاح هر که نان از عمل خیش خورد در اصل چنین است: کشیش از وعظی که می خواند نان می خورد. و آخریش، از این بابت چیزی نستانم، در اصل نوشته است: بی آن که از آن پنجه و بال بیرون کشم. ادامه متن. دون کیشوت گفت: رفیق سانکو، حق با توست و آلتیزیدور بسیار کار بدی کرد که پیراهنهای موعود را به تو نداد. هرچند موهبتی که در وجود توست بیمایه است، یعنی تو خود در راه تحصیل آن رنج و ریاضتی نکشیده و مطالعه‌ای نکرده ای، ولی تحمل شکنجه و عذابی نیز که به تو می‌دهند دست کمی از ریاضت و مطالعه ندارم. و اما من راجع به خود میتوانم قول بدهم که اگر تو بخواهی در قبال ضربات تازیانه‌ای که به خود میزنی مزد بستانی، به قدر وسع و امکان پاداش خوبی بپردازم. لیکن نمیدانم در صورت پرداخت مزد طلسم دلسینه خواهد شکست یا نه. چه؟ من نمیخواهم که با پرداخت حق العلاج اثر درمان را خنسا کرده باشم. با این همه امتحان این موضوع ضرر ندارد. خب سانکو، حال فکر کن که به اعضای این کار
چه مبلغ میخواهی و هرچه زودتر تازیانهایی را که لازم است بر تن خود بنواز، سپس به دست خود مزد خود را نقدن بپرداز، زیرا نقدینه من هرچه هست در نزد توست. به شنیدن این پیشنهاد سانکو چشم و گوش خود را به دقت گشود و در ته دل رضا داد که ضربات تازیانه را از صمیم قلب بر تن خود بنوازد. لذا به ارباب گفت: ارباب، من حاضرم موجبات خرسندی خاطر جناب عالی را در این امر که مورد نظر آن حضرت است از هر جهت فراهم سازم، زیرا این عمل به صرفه و صلاح شخص من است. لیکن دلیل هرس و سودجویی من نیز عشق و علاقه است که به زن و کودکان خود دارم. حال بفرمایید که برای هر ضربه تازیانه که به کفل خود بزنم چه مبلغ مرحمت می کنید؟ دونکیشوت گفت: سانکو، من اگر بخواهم به تناسب اهمیت و عظمت دردی که به شفای آن برمیخیزی پاداش به تو بدهم، تمام خزائن شهر ونیز و تمام معادن پوتوزی کافی نیست که حق تو را ادا کند. پوتوزی منظور کشور بولیوی فعلی است که معادن طلا و نقره آن در آن ایام در اسپانیا ضرب المثل و مفید معنایی همچون گنج قارون بود. ادامه مد: لیکن اکنون به بضاعت مزجات من که در کیسه ای جا گرفته و در نزد خود توست نظر کن و هرچه خود شایسته میدانی برای هر ضربه تازیانه بستان. سانکو گفت: تعداد ضرباتی که من باید به خود بزنم 3300 و اندیست. تا کنون 5 ضربه به خود زدم و باقی آن مانده است. این 5 ضربه هیچ و آن اند هم هیچ. حال رقم صحیح 3300 ضربه را حساب کنیم. برای هر ضربه 1 ربع ریال کمتر حاضر نیستم بگیرم و از این قرار بهای 3300 ضربه خواهد شد 3300 ربعی، یعنی برای 3000 ضربه 1500 نیم رئال که عبارت است از 750 رئال، و برای 300 ضربه دیگر 150 نیم رئال یعنی 75 رئال که چون با 750 رئال جمع کنیم خواهد شد 825 رئال. من این مبلغ را از وجه نقدی که از حضرت عالی در نزد خود دارم برخواهم داشت و با وجود اینکه کتک خورده و تازیان خورده به خانه می روم شادم که غنی و خرسند خواهم بود. چه؟ گفتند: هر کرا طاووس باید جور هندوستان کشد. و دیگر عرضی ندارم. پانویس: این ضرب المثل در اصل چنین است: ماهی قزل‌آلا را نمیتوان بدون خیس شدن شلوار گرفت. ادامه متن. دونکیشوت گفت: آه ای سانکوی آمرزیده، ای سانکوی مهربان، من و دلسینه مادام که عمر داریم چقدر باید رهین منت تو باش. باور کن اگر دلسینه به صورت نخستین خیش بازگردد، و ممکن نیست که باز نگردد، بدبختی و تیر روزی او بدل به عزت و سعادت خواهد شد و شکست و ناکامی من بدل به فتح و ظفری درخشان خواهد گردید. یالا سانکو، بگو ببینم از کی شروع به زدن تازیانه به خود می کنی؟ و برای آن که زودتر این کار را بکنی 100 رئال هم به قیمت می افزایم. سانکو گفت: از کی؟ از هم امشب. سعی کنیم که به بیابان باز و به جایی که هوا صاف باشد برسیم و آنگاه من تن خود را لخت خواهم کرد. شب بر سر دست در آمد، شبی که دونکیشوت با شور و اضطرابی هرچه تمامتر انتظار آن را می کشید که
در نظر وی چنین می نمود که چرخ عرابه آپولون شکسته و از گردش باز ایستاده و بر طول ساعات روز بیش از عرف و عادت افزوده است، چنان که این حال بر عاشقان که هرگز نمی توانند امیال آرزوهای خود را تحت نظم و قاعده صحیح در آورند بسیار می رود. الغرض پهلوان و مهتر او به قلمستان انبوهی رسیدند که قدری از جاده به کنار بود و پس از این که پهلوان از روسینانت پیاده شد و سانکو بار از پشت خر برداشت، بر چمنهای سبز و خرم نشستند و از زادراهی که سانکو همراه داشت شام خوردند. سپس سانکو از افسار و تنگ خر خود تازیانه محکم و انعطاف پذیر ساخت و 20 پا آنسوتر از دونکی شد در میان درختان آلش رفت. ارباب وقتی دید که مهترش با چنان عزمی راسخ و با چنان جرأت و شهامت به شکنجهگاه می رود به وی گفت: رفیق، احتیاط کن که تنت را ریش ریش نکنی، طوری ترتیب بده که از پس هر ضربه نفسی تازه کنی و چنان شتاب مکن که در وسط کار نفست به کلی بگیرد. منظورم از این سخن آن است که مبادا قبل از این که ضربه به حد نصاب برسد جان از قالب تنت پرواز کند. ضمناً برای آن که حساب از دستت به در نرود و یکی کم یا زیاد نزنی، من شمارش ضربه ها را با دانه های تسبیح خود به عهده خواهم گرفت. امیدوارم که خداوند به پاس این نیت خیر که داری جزای خیرت بده. سانکو گفت: ارباب عزیزم، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. پانویس در اصل چنین است: آدم خوش حساب از وثیقه دادن نمی ترسد. ادامه مد: من می کوشم طوری به خود تازیانه بزنم که بی آن که تنم ریش ریش شود خراش بردارد و خاصیت این ریاضت معجزه آسا نیز به همین است. سانکو فوراً جامه از تن به در آورد و از کمر تا بالا تنه خود را عریان کرد. سپس تناب را به دست گرفت و به زدن خود پرداخت و دونکی شد نیز مشغول محاسبه شد. سانکو هنوز 6-7 ضربه بر تن خیش ننواخته بود که این ریاضت مسخره آمیز را دشوار و مزد آن را اندک یافت. لذا به استناد خیار قبن مزد بیشتری طلب کرد و گفت که ضرباتی چون این جانانه هر یک مستحق نیم رئال مزد است، نه یک ربعی. دونکی شد گفت: رفیق سانکو، تو به کار خود ادامه بده و دلسرد مشو. من بهای هر ضربه را دو برابر کردم. سانکو گفت: بدین قرار خدا از شما راضی باد و اکنون ضربات را همچون باران بر خود خواهم دواخت. لیکن آن عیار آب زیر کاه ضربه به شانه و کفل خود نمی زد، بلکه بر درخت می نواخت و گاه گاه نیز آه و ناله‌ای چنان سوزناک از دل بر می کشید که گفتی جان از تنش به در می رود. دونکی شد که سخت به رقت آمده بود و می ترسید که مبادا مهتر بی نوا بمیرد و بی احتیاطی او همه امیدها را نقش بر آب کند، به وی گفت: سانکو، تو را به خدا دست از این کار بدار. به نظر من درمان درد دلبرم درمانی تلخ و ناگوار است و بهتر آن که این ضربه ها را گاه گاه به خود بزنی. آخر کسی زامورا را به یک ساعت نگرفته است.
پانویس در آن زمان طول محاصره شهر زامورا در ایالت لئون ضرب المثل بود. توضیح دکتر باردن. ادامه مد. اگر در حساب اشتباه نکرده باشم تا کنون بیش از 1000 ضربه به خود تازیانه زده. این میزان برای امشب کافی است. زیرا اگر بخواهیم به زبان خشن و عامیانه بگوییم، خر طاقت بار دارد و تاب سربار ندارد. سانکو گفت: خیر خیر ارباب، سرم را بشکن و مزدم را بده. پانویس در اصل چنین است: دست مزد پرداخته، بازوی شکسته. ادامه من. از حضرت عالی خواهش میکنم که قدری کنار بروید و اجازه بدهید که فقط 1000 ضربه دیگر به خود بزنم. من اگر 2 حمله دیگر مثل حملات فعلی به خود بیاورم کار تمام است و آنچه برای من میماند سکه های پول است و بس. دونکیشوت گفت: حال که چنین مستعد و مهیای تازیان خوردنی، خدا جزای خیرت دهاد. هرچه میخواهی بزن و من نیز به کنار رفتم. سانکو به کار خود با چنان حدت و شدتی ادامه داد که پوست چندین درخت را کند، زیرا سولت تازیانه های او از اندازه به در بود. عاقبت فریادی دلخراش کشید و ضربه‌ای جانانه بر درخت نواخت و گفت: بگذار سامسون در اینجا جان بسپارد و همراهان او نیز همه به دیار نیستی ره سپار شوند. پانویس منظور از سامسون پهلوان قوم یهود است که وقتی اسیر شد فلسطینیان تازیانش زدند، که داستانش در کتاب مقدس تورات اومده. ادامه مد. دونکیشوت همین که صدای آن ضربه وحشتناک و این فریاد دلخراش را شنید، به شتاب به نزد سانکو دوید و تناب بافته را که به جای رگ و پی گاو در دست وی بالا و پایین می آمد گرفت و گفت: رفیق سانکو، خدا را خوش نمی آید که تو به عشق هوا و هوس من جان خود را بر کف دست نهی، جانی که باید در راه نگاهداری زن و کودکانت به کار رود. بگذار دلسینه منتظر فرصت بهتری شود و من نیز به امید آینده صبر خواهم کرد که تو جانی بگیری و تجدید قوا کنی تا این کار مطابق میل و دلخواه همگان پایان پذیرد. دانکو گفت: بسیار خوب ارباب، حال که حضرت عالی چنین می‌خواهید من عرضی ندارم و راضی به رضای شما هستم، لیکن خواهش می کنم که بالا پوش خود را بر دوش من بیندازید، زیرا که عرق چکه چکه از بدنم روان است و من نمی خواهم مانند کسانی که اول بار تن به شکنجه تازیانه می دهند زکام شوم. دونکیشوت به شتاب بالا پوش از دوش خود برداشت و خود با نیم تن ماند و تن سانکو را خوب پوشانید و سانکو چندان خوابید تا آفتاب بیدارش کرد. آنگاه هر دو به راه خود ادامه دادند و آن روز در دهی که در سفرسخی واقع بود رحل اقامت افکندند. هر دو در مسافرخانه فرود آمدند که دونکیشوت آن را به چشم مسافرخانه نگریست و مانند ایام سابق چنین نپنداشت که به قلعه دارای خندق ها و برج و بارو ها و کنگره ها و پل ها رسیده است، که پهلوان چنان که بعدن خواهیم دید از آن هنگام که مغلوب شده بود درباره هر چیز با عقل و منطقی صحیح تر قضاوت میکرد. وی را در اتاقی در طبقه تحتانی منزل دادند که به پنجره آن به جای پرده 2 تکه پارچه کهنه با نقش و نگاری به رسم و شیوه روستاییان آویخته بود. بر یکی از آنها تصویر ربودن هلن زن منلاس به
دست مهمان جسور او نقش شده بود. پانویس: منلاس پادشاه اسپارت که زنش هلن به دست پاریس پهلوان افسانه‌ای رو بوده شد و موجب جنگ بزرگ تروا گردید. ادامه مد. پرده دیگر تصویر انه و دیدون را داشت که دیدون بر فراز برجی بلند رفته بود و از آن بالا با پارچه سفید به عاشق گریزپای خود که سوار بر کرجی یا قایق در وسط دریا می گریخت علامت می داد. پهلوان به هر دو پرده مصور خیره شد و داستان آنها را به یاد آورد و مشاهده کرد که هلن از اینکه او را رو بودند چندان نگران و مشوش نیست و حتی مزورانه و پنهان از نظر شوهر لبخند می زند. لیکن از چشمان دیدون زیبا قطرات عشق به درشتی گردو روان بود. دون کیشوت وقتی آن تصاویر را به دقت نگریست گفت: این دو بانو بسیار بدبخت بودند که در این عصر به جهان نیامدند و من بدبخت تر از آن دو هم که در عصر ایشان ظهور نکردم. زیرا من اگر این دو مرد محترم را می دیدم، شهر تروا طعمه حریق نمی شد و شهر کارتاژ ویران نمی گردید. کافی بود که پاریس را بکشم و از این همه مصیبت جلو گیرم. سانکو گفت: من شرط می بندم که پس از گذشتن اندک زمانی از این تاریخ، جایی اعم از میخانه و کاروانسرا و مسافرخانه و دکان و مغازه و دلاکی و غیره پیدا نشود که تصویر دلاوری ها و هنرنمایی های ما را بر پرده و بر در و دیوار نکشد. لیکن آرزوی من این بود که تصویر ما را نقاشان بهتری می کشیدند، نه نقاشی مانند این یک که تصویر این بانوان را چنین بد کشیده است. دون کیشوت گفت: حق با توست سانکو، که در حقیقت این نقاش به نقاش اوربانجا میماند که در شهر اوبدا مسکن داشت و چون از او میپرسیدند که به کشیدن چه نقشی مشغولی، بیگفت تا چه از آب در آید. و چون بر سبیل اتفاق تصویر خروسی را میکشید، در زیر آن مینوشت این شکل خروس است تا مردم آن را با شکل روباه اشتباه نکنند. راستی سانکو، اگر غلط نکنم آن نقاش یا آن نویسنده، نقاش یا نویسنده فرق نمی کند، که داستان دون کیشوت جدید را منتشر کرده است، نوشته یا تصویری به همین سبک و شیوه و به طور سرسری به وجود آورده است. وی به شاعری هم به نام مولئون شبیه است که در چند سال اخیر به دربار آمده بود. وی به هر سؤالی که می کردند بیدرنگ جواب می داد، تا یک روز یکی از او پرسید که دمده او یعنی چه؟ و او جواب داد: از بالا بده یا از پایین. پانویس مترجم نوشته که لطف این جمله و این مثال بر مترجم معلوم نشد. ادامه من. خب سانکو، از این مقوله بگذاریم. حال بگو ببینم، اگر امشب نیز بخواهی تازیانه به خود بزنی، دوست داری در جای مسقف بزنی یا در فضای باز؟ سانکو گفت: ای ارباب، آن ضربه ها که من به خود میزنم در اتاق یا در صحرا فرق نمی کند و در هر جا که بگویید عالی و ارزنده است. با این وصف من دوست داشتم که در لای درختان باشد. در آنجا من چنین میپندارم که درختان به غمخواری من برمیخیزند و در تحمل این شکنجه و این ریاضت به نحوی عجیب یاریم میدهند. دون کیشوت گفت: رفیق سانکو، فعلا ضربه های باقی مانده را نه در اتاق به خود بزن و نه در صحرا، و برای آن که قدری تجدید قوه کنی و جانی تازه بگیری، آنها را برای وقتی که به ده می رسیم نگاه دار. و البته حد اکثر تا پس فردا به ده خواهیم رسید.
سانکو گفت هر طور که میل شماست عمل کنید، ولی من میخواستم که این کار زودتر به نتیجه برسد و تا وقتی که تنور گرم است نانی بپزیم، زیرا گفتند که فی التأخیر آفات، و نیز گفتند خود را به خدا سپار و در آتش رو، و نیز سیلی نقد به از حلوای نسیه، و نیز گنجشکی در دست به که بازی در هوا. بانویس در مورد ضرب المثل تنور گرم اسنان به وزیم در اصل نوشته است تا وقتی که آهن گرم است و سنگ آسیا میچرخد. ضرب المثل بعدی خود را به خدا سپار و در آتش رو در اصل چنین است: باید خدا را دعا کرد و تخماق را فرود آورد. ادامه متن. دون کیشوت گفت بس کن سانکو، آخر تا کی ضرب المثل گفتن؟ تو را به نام خدای یگانه بس کن. باز مثل اینکه فیلت یاد هندوستان کرده است. آنریز در اصل چنین است: باز میخواهی به سیکوت ارات برگردی، یعنی رجوع به حال سابق کنی. ادامه مد. پسر جان، همیشه سعی کن ساده و روشن و بی تکلف سخن بگویی و چنان که صدها و هزارها بار به تو گفتم خود را نبازی و دست پاچه نشوی و هزیان نگویی. خواهی دید که این گونه سخن گفتن برای خود تو بهتر است. سانکو گفت من نمیدانم به لعنت که گرفتار شدم که نمیتوانم هیچ دلیل و برهانی را بی ضرب المثل بیان کنم و هر ضرب المثلی هم که میگویم در نظرم دلیل و برهان است، لیکن خواهم کوشید که اگر بتوانم این عیب خود را برطرف کنم. و گفتگوی ایشان در اینجا به پایان رسید.